گل سرسبد حراج مؤسسه ساده بیز در لندن این نقاشی مینیاتور با قدمتی نزدیک به 400 سال است، از دوران صفویه. از نقاش معروف اهل بخارا محمد مراد سمرقندی. این یکی از سه نقاشی اوست که به جا مانده و این یکی شاید بهترین آنها، چون به گفته متخصصان هنرهای اسلامی این مؤسسه متن و حواشی تابلو از چند دانشجو را هم خود او نقاشی کرده. دو نمونه دیگه کار او در موزه لوور پاریس و گالری هنری فریه در واشنگتن نگهداری میشه. در اون دو نمونه هنرمند فقط مسئول نقاشی حواشی بوده و این کار کامل اوست که در شرایط خوبی هم هست و از سال 1977 در دست فردی بوده که اون را در همون سال همینجا در ساده بیز خرید و این اولین باره که از اون هنگام به بازار میاد. جالب این که این نقاشی در آن سال به حدود 6000 دلار به فروش رفت و امروز یعنی 36 سال بعد نزدیک به 1 میلیون دلار قیمت گذاری شد. پاییز هر سال مؤسسه‌های بزرگ حراج در لندن معمولاً در یک نوبت آثار هنر اسلامی را به حراج می‌گذارند و این فرصتی است برای جمع‌آوری کنندگان آثار اسلامی، به خصوص موزه‌ها و علاقمندان ثروتمند این آثار هنری، که آنچه را که امسال به بازار آمده بررسی و احیاناً خریداری کنند. موزه اسلامی قطر و چند موزه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در سالهای گذشته یکی از خریداران عمده بودند، بازاری که موزه های ایران سالهاست در آن فعالیتی ندارند. یکی دیگر از آثار جالب اینجا این پورتره رستم خان زند، برادرزاده کریم خان زند، اثر نقاش معروف آن زمان محمد صادق است که در شیراز 234 سال پیش نقاشی شد. ارتباط فامیلی هست اینجا نیست؟ امیدوارم که چنین چیزی باشه. این تابلوی به خصوص واقعا یه تابلوی بسیار زیبا و نفیسیه، به دلیل اینکه در دوران زندیه تعداد تابلوی که از شخصیت‌های اون دوران شده بود خیلی کمه، خیلی نادره. دلیلش هم اینه که خود حکومت دوران زند کوتاه بودش و بعدم قاجاریه خیلی از تابلوها رو از بین بردن. نکته جالب این تابلو اینه که همینطور که مشاهده میکنین در دستش به جای شمشیر یک سیب قرمزه و این سیب قرمز در اون دوران نشونه به اصطلاح یک سمبولی بوده از خوششانسی و به اصطلاح چیزهای سلامتی و سمبول چیزهای خوب. در مؤسسه حراج کریستیز این بار قالی‌های ایرانی و شرقی هستند که در میان آثار جهان اسلام خودنمایی می‌کنند و در و دیوار را پوشاندند. بعضی از نفیس‌ترین قالی‌های قدیمی که امسال این مؤسسه برای حراج جمع‌آوری کرده. گران‌ترین قطعه که تا حدود 3 میلیون دلار قیمت گذاری شده اینجا در وسط اتاق بر روی سکو گذاشته شده. این قالی 16 متری که با پشمینه بافته شده، کاریست از 400 سال پیش از قالی بافان شهر لاهور که آن زمان جزئی از هند بود. تنها حدود 12 تا از این نقالی ها وجود داره. این حدود 150 سال در قصر خانواده ثروتمندی به دیوار آویزون بوده و به همین جهت هم در شرایط خیلی خوبی قرار داره و بعد از اون هم دوبار حراج شده و حالا از طرف یه فروشنده خصوصی به این حراج عرضه شده و نفیس ترین این مجموعه قالی هاست. در مؤسسه حراج کریستیز یکی از متخصصان هنرهای اسلامی مجموعه ای را نشان می‌دهد از جعبه‌های طلایی و جواهر نشان که متعلق به ثریا ملکه سابق ایران بوده است. بعضی از آنها هدیه شاه به همسرش هنگام ازدواج و بعضی دیگر هدیه مهمانان خارجی مراسم عروسی است. ثریا 12 سال پیش فوت کرد. جواهرات و دارایی‌های او که به برادرش منتقل شده بود بعد از فوت برادرش یک هفته بعد از او که وارث هم نداشت حراج شد و درآمد آن عاید دولت آلمان
که آن را صرف خدمات شهری کرد. این جعبه را که کمی هم سنگین است، سریا گاهی به عنوان کیف دستیش در ضیافت‌ها و مراسم رسمی استفاده می‌کرد. بخشی از دارایی‌های یکی از زیباترین زنان جهان که حالا دوباره به بازار آمده است. کسرا نجی، بی بی سی، لندن.